اینا چیز دیگه روزو کردی اون برا اول کار. کاره اول کاره آماده ای تو آقا این کروسانه کسی نمیخوره نه. نه نه اگه نمیخوری از, این... موقع؟ از موقعی که خریده چند تا چه خورده پنش, دا... پنش, دا... پنش دا دا تا پنش تا هفتاشو خوردی دیگر نشمارید آقا نعمت خدا رو اینقدر لقمه است با اینقدر شکلات نه اینا میشوره این بره پایین تازم بزنیم یارو بالا ترم بالا لاین میره پایین بریم بفهم چون ای؟ آنجا به ورمه بریم سلام اینجا خودکسه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام در مقابل مقابلمونم استاد فرزاد نشستن اونجا پشت دم دستگاه کامپیوتری سلام اینم باز هست سلام خودت معرفی کن من میدونم دو... من فکر نکنم هیچ کسی تو رو بشنسه یه سه خیلی من بگم یکی از کامنت هایی که قبلا اومده بود و من یادم فرش اشاره کنم بود که گفته بودن که روی پیرن من چی نوشته بود دفعه پیش این همینه نوشته زمین صافه این که ما آره میدونیم رنگش آره. قرمز بود تو قرمز بود آره. و اینکه ما ام این امروز در واقع اپیزود 149 در مورد اپیزود خودم هم میخوام صحبت کنیم توضیح بدم بریم چیزی داریم بگیم قبلش یا نداریم بگیم قبلش نه نداریم <تصفح> از هفته دیگه وایس هم پخش می‌کنیم آره آره بود. گفته بودم وایسا رو پخش نکنید این برنامه گفته بود میخونیم. من توی یه کامنت تو یوتیوب بود فکر کنم تو تلگرام چند بار گفته بودن توی توییتر حالا رژیم مانیزی نشون به هم همون نشون داد که تویتر. نه نه گفته بودش که خودکست حالا یکی از ضعفایی که داشت این بود که حرفای شنونده رو پخش نمیکرد یا مثلا پخش می کرد که جدیدن دیگه نمی کنه جدی هم چیزی بود آره. منم برعکسش رو فهمیدم من برعکسش رو فهمیدم برعکس شاید تو برعکسش رو درستش اصلا برای تو درست, درست بخونید بابا توییت ها رو باید درست بزنه درست بخونید خب بعد چیز دیگه نداریم ها سرتون بالاست شما آه. چطور آره سرتون آره بر. برای لاین بره پایین بفهم بر. ام جونم براتون بگی که توی مدتی که ما نبودیم یه سری داکیومنتری اینا پخش شد در مورد استاد مارکل جکسون که خب حالا ما بچه بودیم آره در مورد, در مورد, این خیلی صحبت بود که ایشون حالا در واقع کودک آزاری میکرده حالا کودک آزاری هم نبوده شاید اسمش تعرض شاید. تعرض جنسی میکرده حالا به این کودک هایی که بودن و اینا به نسنه مثلا مثلا هفت تا سیزده سال بود چیزایی که میگفتن چند خیلی مثلا بوده. یه سی تا مثلا کیس اینطوری بود و اینا ما موقع که خیلی بچه تر این خیلی باب بود در صحبت میشد و اینا ولی یه مدت دیگه از بین رفت اون بنده خدا بین رفت پشت میکروفون <تصفيق> 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 و اینکه دوباره حالا یه داکیومنتری در مورد ساختن و اینا که توی اه... چیز هم هست توی کریف تیوی هم اگر که بخوان اه... میتونن اچ بی او داره پخشش میکنه داره. آره اه... کسایی که خارج از ایران هستن میتونن ببینن اه... که دوباره برگشت حالا تمام این صحبتایی که بود و دوباره انجام داد که حالا کودک آزاری انجام می شده و مثلا کلی اویدنس مختلف آوردن با چند تا از کسایی که توی حالا بند و کار میکردن کسی که نظافت چی اونجا بوده اومد صحبت کرده بود که می گفت آره من مثلا من چیزهایی پیدا کردم که نشون میداد که همچین اتفاقای افتاده و فلان این عفا اه... که خب خیلی داغ شده بود بحثش یه مدت اه... فعلا سوالی که برای من و موقع پیش اومده بود این بود که خب ما هممون با آهنگ, های مایکل جکسون یه خوبی داریم آهنگ های خیلی جالبی داره مثلا آهنگ های کرد قرتیشون شما هیچ هیچ خاطره ای نداری با آهنگ همون خاطره هم ما فقط داریم که آهنگ ولی خب به هر حال آهنگاشو دوست داشتیم خیلی کسا هستن که آهنگاشو دو... یعنی حالا شن... شخص ما هم نه ها. تمام دنیا کسایی که حالا از ما محسن یا کسایی که خارجی هستن با آهنگای این این گونه افراد حالا خاطرهای خیلی خوبی داشتن مثلا بخوام وطنی مثال بزنیم مثلا آقای تتلو خب امیر تتلو آهنگش ما از مایکل جکسون اجازه بده میره. من اجازه بده من صحبت کنم حالا از نظر شخصی من آهنگاشو من خیلی دوست دارم باز من آهنگاش خیلی جالبه ولی خب اون آهنگی راجع به هم من دوست دارم, <تصفيق> <آهنگاشو> <تصفيق> دوست دارم <آهنگاشو تصفيق> من نشیدم آهنگ فوش بدخور. میده اون یه تیکه از یه آهنگ دیگه یعنی... حالا برحال از دواز موسیقیایی به نظر من آدم تلنتدی هست و آدم حالا میگن که آهنگایی که داره قشنگ و جالبه ولی خیلی اتفاقا میفته که توی فرهنگ ما ما میاییم اون هنری که طرف داره رو با شخصیتی که طرف داره مقایسه میکنی و حالا اگر که شخصیت طرف بد باشه هنرش هم کلا از پس ذهن رو میزنیم میگیم که اصلا کارش قشنگ نیست و مثلا کار هنری هم زیر سوال میبریم می ببینم که شماها چجوری با این موضوع کنار میایین همین خیلی جاها داشتم میخوندم که نوشته بود که میگفت هنر رو بعد از هنرمند جدا بکنید و اینکه هنر یه شخصیت حالا اخلاقی خودشو داره و اون هنرمند هم حالا شخصیت اخلاقی خودشو داره و اینا رو نمیتونید با هم دیگه کنار هم بذارید یا مثلا همون میتو موومنتی که اتفاق افتاده بود خیلی از فیلمایی که خیلی‌ها دوست دارن و یه سری آدم ساخته بودن که بقیه رو مورد تعرض جنسی قرار میدادن دیگه ولی این رو تحت آره مثلا این رو قرار آره، نمیداد نمی که اون فیلمه هنوز فیلم قشنگیه یعنی فیلمی که به وجود اومده و درست شده توسط یه آدم خیلی هنرمند درست شده و اون مثلا کلی هم برایش زحمت کشیده شده خب ببینم شما کلا با این موضوع چه جوری کنار میایین یعنی اگر که حالا شخصیت مثلا حالا آقای امیر تطلو برای همه ما خیلی خوب بود و مثلا هم خیلی شخصیت خوبی داشت ولی کار و هنریش بد بود هیچ وقت ما نمیمدیم کار و هنری رو مثلا بگیم که چه خوبه ولی موقعی که شخصیت و مثلا اخلاق طرف بد میشه کار و هنری ها رو هم تحت شعا قرار میده شما نظرتون چجوری شما چجوری با هم, چجوری با هم چیزی کنار میان کلا شخصا ببین به نظر من خب اون کاری که هر آدمی انجام میده بالاخره بازتابی از شخصیت و طرز فکرشه دیگه یعنی اینا رو نمیتونی مجزا در نظر بگیری حالا این امیر تطلو که به مرور زمان انقدر عوض شد و الان دیگه اصلا افسار گسیخ رفتار میکنه کارایی که میکنم به نظر من یه بازتابی از شخصیتشه، هر چقدر که حالا به قول تو آدم با استعدادی باشه که واقعا ظاهرا هنریا میگن آدم با استعدادیه من خودم م. موسیقی نمیدونم نظری ندارم ولی خب اون آدمی که اون مدلی حرف میزنه اون پستا رو میذاره اون کپشن ها رو میذاره نمیدونم توی کنسرتشون کار میکنه من به شخص خودم علاقه ای تو خودم نمیبینم که بخوام یه همچین آدمی رو دنبال بکنم و حس میکنم که واسه اینکه هر کسی بخواد تو فیلد رشته خودش به موفقیت برسه شما یه درجه مشخصی از گری و ای بودن رو نیاز دارید مثلا مثالش تو فوتبالیست ما زیاد دیدیم که خیلی وقتا حالا تو فوتبال خود ما فوتبالیستای با استعداد میاد مثلا پیام صادقیان وقتی اومده بود همه میگفتن آره. این دیگه علی کریمیه شماره دوه ناره. ولی این آدم انقدر حرفه نبود انقدر اخلاقش مشکل داشت و در واقع هیچ آموزشی هم بالا سرش نبود که این رو به آدم حرفه ای تبدیل کنه خیلی زودتر از چیزی که ما بفهمیم رفت الان خبری ازش نیست مثال زدم حالا همین امیر تتلو هم اگه واقعا اونقدر با بوده اگر حرفه میشد اگر روی شخصیتش کار میشد به آدم در واقع ای تری تبدیل می‌شد احتمالاً موفقیت چشمگیری دست پیدا میکنه آخوان... الان من اسم کنم شهرتی که داره به خاطر حالا اه... یه مقدار لودگی یه مقدار حرفایی رو میزنه که همه نمیزنن قوالی خودشه دیگه یعنی اگه میخواست اینو راجع و... ترامپ هم میگن دیگه میگن که اینکه گفتی خودشه میگن خوی ترامپ اینه که خودشه هرچی که تو ذهنش رو میگه شاید آقا اون ذهن اصلا قابلیت این رو نداشته باشه که بهش میکروفون بدن و آره. میکروفون بدن و در واقع یه جامعه خیلی زیادی تعداد زیادی آدم رو ببینن اصلا ارزشی شاید توی اون ذهن نیست که تطلو به نظرم اینجوری ترامپ اینجوری نه باید اصلا به این آدمات اینطور تو تطلو ترامپ رو با مثلا اون فوتبالیست میتونی مقایسه بکنی به نظر من چون آرتیسته نمیتونی توی جعبه بذاری بگی تو باید از این از این تعداد مثلا گفتم این نظر شخصی من میگم اگه کسی بخواد, بخواد موفق بشه باید یه لول مشخصی از شخصیت رو داشته باشه حالا وقتی میرسیم به مایکل جکسون چی یعنی مثلا وقتی که میدونی چندین تا حالا خیلی نظر مختلف وجود داره بعضیا میگن که اصلا این قضیه دیبانک شده و میگن که درست نیست ولی اگر که مثلا اومده باشه یه همچین کاری کرده باشه و مثلا حالا خیلی تعرض جنسی داشته نسبت به بچه ها و حالا میگن اینطوری هم سرپوش میگن سرشو می سرپوشونی میکرده لاپوشونی که میکرده به خاطر اینکه خیلی پول داشته و مثلا مادر پدر این بچه ها به خاطر اینکه خیلی اصلا مارکل جکسون خوششون میومده تقریبا اینا رو میخریدند و مثلا میگفت شما مثلا پول به ما بدید و مثلا ما چیزی به کسی نمیگیم حالا اون پدر مادر چقدر آدم ضعیفی بودن ولی میخوام بگم مثلا وقتی میرسیم به یه همچین شخصیتی چطور یعنی کسی که خارجی خیلی بیشتر از مایکل جکسون خیلی بیشتر از امیر تتلو معروفه و خیلی بیشتر مثلا آرتیست تره به قول معروف ولی خب تعرضی یعنی کاری هم که کرده خیلی به نظر من زشتر از مثلا بدتر از کاری که حالا امیر تتلو ممکنه کرده باشه ولی به همون دیدم ما به همین شخصا باید نگاه بکنیم یعنی برای میگم برای من مهمه که طرفی که کاراش رو حالا گوش میدم نگاه میکنم خودش شخصیتا چه جور آدمیه ولی باز فرق داره مثلا مایکل جکسون هیچ وقت نمیاد همچون پستایی رو بذاره مثلا توهین مشخص بکنه به کسی فرش خار مادر بده دیگه رفته بنده خدا نه من اصلا طرفداری نمی کنم دارم میگم مدل کار اشتباهه فرق داره ولی برا من شخصیت آدم مهمه یعنی من هنرمندی رو بدونم اونجوریه دنبالش نمی‌کنی نمی‌کنم خیلی همین الانش هم مثلا پشت سر خیلی از هنرمندا مثلا خواننده گروه های ایرانی حرف و حدیث هست اه. خیلی هم شاید سخت باشه که تو مطمئن شی 100 صد درصد مطمئن شی که درسته یا غلطه ولی تا یه جایی احراز بشه که اینجوری من به شخصت دیگه خیلی علاقه ندارم دنبال کنم یه سوال الان مثلا امیر تتلو یه تعداد زیادی فالوور داره نه, نه کنم چهار میلیون بود که اکانتش شو آره. بستن خب اون موقع که مثلا چهار میلیون بود. بود یا الان که مثلا نزدیک به یه میلیونه <applause> به نظر شما امیر تتالو نسبت به فالووراش به کسایی که دنبالش میکنن مسئولیتی داره یعنی به نظر من هر کی توی بون داره مسئوله چرا یعنی یعنی چون این تعداد نزدیک یه میلیون یعنی دیگه نمیتونه که خودش باشه خودش رو راحت نه من میگم کسی که و... خودش اینجوری اصلا به اونجا نباید برسه یه تریبون داشته چرا آخه مطمئن ای ای چیز... یه, چیزی بوده که این تعداد آدم دن دارن دنبالش میکنن بهش پروبال میدن و این این به قول یعنی مثلا در اشتباه ماهاست که داریم, داریم مثلا دنبالش میکنیم حالا یه چیز دیگه بگم اگر که مثلا حالا اتفاقاتی که توی <تص> توی کنسرت این بند خدا افتاده بود از آره یه کسی که دارن میشن فرضای ویدیو از زمین تسلل گذاشته رو که داشتن میرقصیدن الان تازگی دارن آیه تسلل شو بده بازی هم چیز شو فیلماش هست توی مثلا اون کارهایی که مثلا انجام شد که مثلا میگفت من برم یه گلوبه بکشم و برگردم و اینا توی کنسرت های رپ خارجی خیلی اتفاق میفته <applause> یعنی اگر که ببینی مثلا اگه رفته باشین دیده باشین ریس آره مثلا اونا که یه چیز دیگه مثلا یه داستان دیگه یعنی مثلا رفته بود لباسشو عوض کرد و اینا توی کنسرت جیزی من رفته بودم فکر کنم جیزی هفت دست لباس عوض کرد ولی خب مثلا خیلی خیلی مدت هم نبود دیگه رو صحنه دیگه آهنگ آه داشت پخش می‌کرد می‌رفت لباس عوض می‌کرد و اینا کسی هم اعتراضی نمی‌کرد اعتراض بوده که چرا رفته لباس نه مثلا که خیلی دیل... چیز بوده تأخیر افتاده, آره، تاخیر افتاده بوده ولی حالا اعتراضای دیگه ای هم که بوده حالا اون من همیشه خودم با این مشکل داشتم که مثلا توهین و اینا میشه تو آهنگا حالا توهین اینا میشه مثلا من همیشه میگفتم که به فرهنگ ما نمیخوره ولی خب توی اپیزود قبلی هم در مورد صحبت کردیم باید ببینیم که واقعا اون فرهنگ ما که داریم در صحبت میکنیم خیلی قدیمیه یا اینکه مثلا توی امروزه هم جواب میده <applause> مثلا وقتی که چم آقای نامجو من خیلی کاراشو دوست دارم ولی خب مثلا یه سری صحبت هایی میکرد توی یه سری الفاظی به کار میبرد شما مثلا برا من خیلی مثلا جالب نبود ولی بعد الان دارم بهش فکر کنم میگم که به حال اون آرتیست داره اینطوری مثلا خودشو به قول معروف میگن اکسپرس میکنه حالا میخوام بدونم که هنجار شکنی هستی؟ تو چیزی؟ تو چیزی نگفتی نه تو چیزی با این من, من, اتفاق نام. خیلی اوکی بودم با, با هم کنسرتش با, با هم, هم ماکه ما هنجار شکنی <تصفح> نه ما آخ... نه ماکه <تصفح> جکسون زیاد نظر نمیدم چون که هنوز رو حواس دیگه یعنی آره آره. هیچ چیز قطعی نیومده بیرون آره. نه ولی اتفاق... کلا آرت و آرتیست از هم دیگه جدا کردن سخته ولی دوستم که این کار بکنم یعنی من میگم که با برای این باورم که باید جدا کنیم اصلا اگه یه کاری خوبه باش حال میکنی برای کی م... برای کی که میذاری که اصلا نمی تتر رو میشناسه نه مایکل جکسون ولی کارش رو گوش میده حال میکنه خب اون کار مطمئنا یه چیزی بوده یه چیزی داره برای ارائه که من تستی که کردم چون سر قضیه کوین اسپیسی همین اتفاق افتاده بود بازیگر هاوس اف کارت بعد ا... که تعرض شده بود آره اون که تعرض کرده بود. کرده بود خودش هم اومد گفت و اصلا از اون شو انداختنش بیرون بعد سیزن بعد اون سریال که اومد تو کاراکتر کوین اسپیس رو کشتن تو تو سریال آره. شاید بعضی ندیده نیده ولی مرد قبلش بود بگید اسپویلر حالت می‌ذاریم <نیستنیم. تصفح> <تصفح> باید ببینن دیگه خیلی مال قدیمه ولی من مثلا من من سیزن جدیدو که دیدم بعد نبود دیگه تو اصلا حال نداد یعنی یه دو اپیزود دیدم وایسادم بعد به خاطر اینکه اینطوری حال نداد رفتم یه دونه اپیزودای قبل که خودش بودو دیدم بعد دیدم اه چقدر هنوز هم مثلا حالی کردم که خود اون بود بعد دیدم که من اوکی هم مثلا من اصلا تو ذهنم نبود که حالا این, این کارو کرد به خاطر اینکه تو اون وایب سریال بودم و اصلا دوباره رفتم تو اون تو اون با اون کرکتر دوست داشتم تو اون سریال بعد خودم خودم رو سوال میکردم که چرا اینطوری هم بعد با چند تا دخترم چک کردم که مثلا من باعث نباشم که حالا چون مثلا مردم مثلا برام مهم نباشه اون هم به مرد بود روز به مرد بود ولی اونا هم گفتن که لحجه دیدی؟ این یه برای لحجه دار شد که ما برادری صحبت میکنه میزنه کانال دو واقعا فنجزم. یه ها خب. و اونا هم گفتن که نه ما وقتی فنجزم. که کبن سپیسی بوده حال میکردیم نه اینکه الان که نیست پس دیدیم که اوکی هرچی بیشتر به این سوالت فکر میکنم هست خیلی پیچیده تر میشه اصلا من الان نمیدونم خودم باید چه نظری بدم مثلا من از تطلو بعد میگم چون این لامسا تو همه چی ورود میکنه از انتخابات میگه از حجاب مامانش میگه از فوتبال ولی الان تلاتی هست تلاتی هم یعنی زیر الان یه ارتش تطلو <ميد. تصفح> مقدار اون کم بود الان این خدا ولی حالا واقعا بهش الان من فکر میکنم این هم جواب مشخصی مثلا این حالا بازیگر یا مایکل جکسون اینا تو زندگی شخصشون یه کاری کردن و دیگه جای دیگه دست ای دست نذاشتن میدونی ولی این لاماسه اینقدر همه جا حرف میزنه آدم نمیدونه واقعا چی بگه ببین حالا من چیزایی که داشتم میخوندم دو سه جا هم دیدم که حالا رفته بودم با چند تا از در واقع انتقاد کننده ها میگن چی میگن منتقد... منتقدین. منتقدین هنر داشتن صحبت میکردن همیشه میگفتن که شما باید خیلی سخته ولی باید بیای هنر رو از هنرمند جدا بکنی یعنی بذاری که هنر اون شخصیت خودش رو داره و اصلا موقعی که در واقع خلق میشه دیگه از اون هنرمنده کاملا جداست یعنی اصلا مهم نیست که اون هنرمنده داره چیکار میکنه مثلا تو بعضی از شرایط مثلا میبینی هنرمنده مرده ولی خب هنوز اون هنره هنوز هست و داره برای خودش داره حالا به اوج خودش رسیده بعد خیلی از این نقاشی که اصلا بعد از اینکه بنده خدا فوت میکنه تازه میفهمن چقدر اثر هنری خوبی بود <applause> یا اینکه میگم اثر هنریه هیچ رفتی به چیز نباید داشته باشه همیشه میگن که بعد از آرتیست بیان جداش بکنید و خب میگم برای منم همون حرفت فرهادو میزنم برای منم خیلی سخته که بخوام این کار رو انجام بدم ولی جدیدا دارم سعی میکنم که بگم که آقا اگه من از یه اثر هنری از یه آهنگ یا از یه هر چیزی از یه فیلم خوشم میاد این اون تو اون فیلم است شاید شخصیت طرف رو اگه بذارم مثلا ده دقیقه باهاش صحبت بکنم اصلا خوشم طرف که شده هم خیلی وقتام شده که مثلا یه بازیگر خیلی قهاری از حالا توی تلویزیون و اینا ولی موقعی که مثلا میبینی با دارن باش مصاحبه میکنن اصلا اصابت خورد میشه یعنی جمله نمیتونه بگیر آره یعنی همیشه سعی میکنی که این چیزها رو نری دنبالش نبینی چون که تاثیر منفی میذاره و خیلی وقتا مثلا توی فوتبال هم همینطوریه مثلا بعضی ها اصلا فوتبالیسته خیلی خوبی یعنی مثلا تو زمان خودشون فوتبالیسته خیلی خوبی بودن الان که مثلا طرف مربی شده واقعا دو دوست نداری یعنی میگه که شما فقط صحبت نکن الان اینجا. <تص> 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 اتفاقا دهنه تا به من که یه دیگه است چیزم بود یادم مهراتی دارم همین همین حرفو میزد توی اون مستندش رو میگفتش که شما اصلا کاری داشته باشین که ما کی هستیم زندگی روزمرمون چی کارو میکنیم ما این موسیقی رو میدیم شما قصدمون همینه که شما فقط این موسیقی رو گوش بدید سیجرم دوره همین رو میگفت در, در ادامه این موضوع تمام اعضای قدیم زدبازی رو که ما میخونیم نیست که تو... توی زندگی روزمرمون که سرشون بالا فقط برای خط میره آره میگه اون چیزیه که ما حال کردیم که به عنوان هنر مثلا بدیمش به فضا اسم اپیزودو بزنین رپ فارسی آره <تصفح> <تصفح> نه کلا ببین ما خ... متاسفانه خیلی حالا آرتیست های خوب داریم که به خاطر اخلاقیاتشون اخلاقیاتی که با ما نه. نمیخونه و سازگار نیست یعنی نمیتونی اخلاقیات بده چون نه. با نرم جامعه نمیخونه نمیتونیم بدیه جالبی هست. که هست اینجا موقعی که یه نفر داره موفق میشه یه آرتیستی که هست این تا آدم مختلف میان دورش کنترل میکنن که چه چیزایی اوت پوت داره است. آره حرفه ایگری ولی خب ما توی حالا توی فرهنگ مشهد داریم نمیدونم توی کجای کاره که توی حالا در واقع توی ایرانیا میلنگه که یه نفر که موفق داره میشه میذارن مثلا خودشو تا جایی که میتونه خالی بکنه یعنی مثلا همون پیام آره پیام صادقی همون یعنی نیستن. واقعا همه میگفتن که خ... واقعا بازیکن خوب بود یعنی حالا پرسپولیسی بود ولی واقعا بازیکن بازیکن بود. بود ولی حالا آره اون مثال بود. واقعا اخلاق مثلا واقعا اخلاق بعدی داشت دیگه خیلی جاها دیدیم که حتی توی مثلا کشور دیگه هم رفت باز تو کشور دیگه رفت یه سر کنترل شد مثال, صرف... مثال بود من مثال زدم که بگم به نظر من اینا باید با هم باشه یعنی هم طرف اه. حالا هنر یه مهارت خوبی داشته باشه هم شخصیت هم داشته این نظر شخصی منه من بدونم مثلا یا بی شخصیت زده میشم نه میگم میگم مشکل میگم که توی خارجی آره میدونم. ها میان کنترل میکنن اصلا نمیذارن تو واقعا اون ما رو ببین چپ و راست فیلمه خیلی <تصفح> آره چیزش داره در میاد چه فیلمی والا زنه قرار. زده من خب ببین چی گفته که اون زده دیگه آخه این احمقه این مثلا میاد بگه که من اون کاری نکردم یه فیلمو داد بیرون که بدتر ضد خودش شد نمیدونم پس شما نظرتون این اینه که جدا کنیم جدا کنیم دیگه بس بگو چی داری برامون بریم سمت اخبار دیگه اخبار کارنت نیوز یه در واقع یه خبری که هست یه نوع رابطه است که حالا ما خودمون میدونیم ولی یه کمی توضیح بدیم <applause> رابطه می دونن. شوگر دادی همه میدونن می ب... می پدر زیاد... پدر شکرین پدر <applause> از اینه که دخترهای جوون حالا یا برعکسش هم میتونه باشه پسر براه. میرن با مثلا دختره میره با یه مردی که خیلی سنش بزرگتر اونه بیشتر اونه آره ولی پولدار پولدار مشتی میره باش رفیق میشه و اینا و بخ... ماشر... دلش خاصه رو مشتی باشه به خاطر این رابطه ماهیانه پول میگیره درست آقا مثلا سه هزار دلار هر هزار دلاری پول میگیره واسه اینکه فقط دوست آقا باشه این کار هم بود آره چیزی که شما بعد حالا یه چند تا مقاله اومده از آن بعد تو تو خیلی از کشورها مثلا همچین روابطی اگه مثلا به خاطر روابط جنسی اینا باشه غیر بعد این وبسایتی که الان هست این رابطه رو به عنوان مثلا رابطه ای که مثلا آقا تنهاست میاد کالا با کالاش کرد <تصحیح> 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 از تنهایی درش میاد اینطوری برای همین که بتونن وبسایتشون وبسایتشون آره بیزنسشون آره چیز نشه بعد دوتا مقاله اومده یکی تو آمریکا یکی تو کانادا <applause> اه, که ده تا دا دانشگاه آمریکایی و حالا ده تا دا دانشگاه دا ده تا دا دانشگاه اوله که تو آمریکا و کانادا آره که دخترایی که در واقع خیلی میرن روی این وبسایت و ساین اپ میکنن اینو زدن بیرون و از ستای اولش توی آمریکا اولش جورجیا استیت یونیورسیتیه که دو... آره 306 تا تو 2018 آره فکر کنم آندرگراد هم بودن دیگه نمیشه نزدیک به یه بعدش یونیورسیتی آف سنترال فلوریدا یک چهارم کلشون <laughs> بعدم سومی هم یونیورسیتی آف آلاباما اگه بیام این وقت توی توی عدده خیلی کم بود کلا 1300 تا آره خب چقدر بنام. مگه شکر این پدر هست <laughs> 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 خیلی پولدار باشه <laughs> بعد اینورم ورم یو ها آره Uft. تورنتو اوله یورک دومه و واترلو سوم. کلا کلن ایست کانادا همه لنگ پولن هم. <applause> هم. خدا شک ما هفتیم <applause> آره یو بی سی هفتمه و آره دیگه اینه شما،, شما اگه بازم. فکر میکنم از نظر رایرسون 14 دانشگاه کرد اونجا میره فکر خوب. کنم که برعکس من... مثلا شما حاضر بودین ببین بذار برات کیسه... بگم چیه قضیه مثلا <تصفح> تو چهار هزار دلار مثلا ترمی هزینه اگر اینترنشنال نباشی هزینه دانشگاه میشه خب کورس و نمیدونم دفتر و برق و اگه ماهی سه هزار تا این البته شما باید شوگر مامی بگیری <applause> به شما بده ببین دیگه چقدر تو اون چهار از ما... خیلی صده قضیه خیلی ناراحت کننده است آه صده آره اون که خب... اصلا احتمالا این مقاله میخواد بگه مشکل از این چیزهای دانشگاهی که هزینه هاش زیاده اصلاح. تو شما شمالی کمر بچه ها خورده فارغ و میشن من من زیاد چرا میخوایم به که این کار بده من نمیگم بده <تصفح> چرا میخوایم به که این کار <تصفح> چرا میخوایم؟ خیلی دوست دارن این کار بگی اصلا طرف دوست داره که این کار انجام بده حرف <تصفح> نه جدی میگم <تصفح> آقا نه یکی دوست داره بره انجام نفر بالغ اگه رابطه عدن. درستی بود که پول توش رد و بدل نمیشه چرا پول توش رد بدل نشه تو هر اگریمنتی بخواید جوشی از لحاظ قانونی توی کانادا باید یه چیز متریال ارزش انسان نه ولی جدی میگم یعنی ما نه. میایم صحبت میکنیم و مثلا به این میگیم که میگیم که مثلا این کار مشکل داره یا مثلا حالا میگن که چه میدونم حالا اسمش پراستیتوشنه یا هر چیز ای. دیگه ای این, این, ای نیست. این نیست این از تنهایی در حالا من میخوام در آقا ما دوباره که... دیس و ما از این حرف نه نه این حرف میگن چهار تا نه آقا من دارم بیبی بی اینا که نه آقا من دارم حرف نیست. جدی میزنم آقا خود خانومی کسی که این کار رو چیز میکرد یه دونه پادکست که یکی داشت من تعریف میکرد ببخشید زدم به موب خواهش میکنم میگفتش که طرف میگفتش که خود زنه که حالا این کاره بود میگفتش که باز یا ذهنیتی که نسبت به این دارن اینه که ما هممون حالا یا معتادیم یا به زور داریم این کارو میکنیم یا حالا چیزهای مختلف ولی یکشون گفت خب من واقعا دوست دارم این کارو بکنم گفت یکی از راحت ترین راه کسب درآمد در برای من اینه و من این کارو دوست دارم و حالا علاقه دارم به این آره ولی شما ریشه ای تر نگاه کنی میگن که چرا اصلا باید دانشجو مجبور بشه اون کارو بکنه اصلا چرا مثل اروپا اصلا نه دانشگاه نه مجانی نیست دا شما بیاین مشکل رو برطرف کنید چه من اصلا به دانشگاه کاری ندارم من کلا میگم که از سر اجباری ایس... یارو خوشحاله برای چیز سر اجبار بابا فکر کنی مجبور نبود انقدر پول بده میرفت با همین پیرمرد دوست میشد نه دیگه میرفت زندگی خودش رو میکرد کار همون که این کار نمیکنن که این مطمئنا هزینه های هم داره میخواد چیزای دیگه بخره نه نه چرا استدلال نه چرا من کلا دارم میگم این کارو نه یکی دوست داره بره بکنه من کاری ندارم همون دیگه من دارم همین ولی میگم این دوست داشتنه از این نشأت میگیره که یارو مجبور شده خب شما نه خیلی هم میگه مجبور نیستن طرف میگه من این کارو دوست دارم یعنی تو علاقه جنسی شون هم هست که اصلا با پیرمر واقعا اون کیزار بعد بررسی خبر بعدی میشه ما الان دیس میشیم اصلا نمیذارم ما دیس میشیم ما وقتی میخواد حرفشو بزنه نمیذارم این خبرم بریم که این خبرش اومد چند وقت پیش که آقای بیزوس که رئیس آمازون هستن طلاق گرفتن و نصف اموالو دادن به خانم به حق. بی اموال 420 میلیون عدد همین الان نتورکش 36 آره تا رسیده. 36 میلیون دادن به خانوم. نصفش 36 نیست. نه داردن نه تو نه. نه, نه. نه آره اونا <تصفح> تو املاک بیشتره. لباسش اینا رو هم برده خانوم. اصلا یخچال و اینا هم داره. بعد که ایشون الان چهارمین پولدار خانوم. پولدار خانومه. جهان, جهان هست این زن پولدار زن پولدار دنیا <applause> مرسی حسن. بعد یه چیزی که آره پولدار دنیا <applause> اینا یه بیل گیتز و خانومش یه دونه فاندیشنی دارن که پولدارای دنیا مثلا مثلا ایمان و اینا رو عضو میشن توش و کل سرمایه‌شون رو اینا دونیت میکنن حالا کلش نه خیلی زیادش که خود اولی اولی آدماش هم خود بیل گیتس و خانومش بعد تکس کریدیت میشه ببین اولین خانم پولدار دنیا کیه چیزه اپراس حالا خب حالا بگو میتونم حرف بزنم سرچ کنم آره بعد این خانومه بعد طلاق که این پول اومده دستش بلا فاصله گفته که من میخوام برم عضو فاندیشن بیل و اینا بشم که همین پوله که اومده همه رو میخواد بده به چریتی آره و این اصلا کلا چیز بوده دیگه چون خود بیزوز انگار این رفتار رو نداره خیلی آدم چیزیه که پول دوست دید. آره پول نمیده و فلان آه از دستش نمیچه که اینم شما اگه انقدر پول داشتین چیکار کار حداقل حد دقیقا چند با بذاره بانک کم سود بیاد روش بعد آره دیگه تو فکر کن یه درصد هم سود بگیری این چقدر پول میشه سه و شیش. سه و شیش. سه و شیش. آقا اپرا هستن آقا اولین چیز آره اولین چیزه آره ولی این بود دیگه تمش کن ولی هنوز نرسید راجب این راجبه این برنامه‌ای که ملیندا و بیل گیتس راه انداختن از اولین اپیزود پادکست بود که راجبش صحبت کردیم حالا کسی کی صحبت کرد من صحبت کردم یادش نیست اون شما قد این بود اون موقع خیلی هم اتفاقا ببین چرا هنوز هم این سیگنیفیکنت خب بعدی تمام نشد ما شوخی میکنیم با ما شوخی داریم با هم حالا بعدن پشت دور خیلی آن تو, تو اخبار دیدم آقای اوباما و خانومشون هم دارن پادکست میزنن آره دیگه گفت هر کی اومد بودی؟ آره... تو گروه تلگرام فرستادم. آره... هر کی اومد یه پادکست میزن آره واقعا راجبی چی میخواه حرف بزن توش؟ دیتیلش نیومده ولی میخواد دورم بشینم دلون. مثل ما هر هفته دوتا موضوع جدید بیارن تو <تصفح> اسپاتیفای <تصفح> میخوان <تص بدم بیرونو خودشون هم انگار دیولوپ و پرودوس میخوام میکنن یعنی هم میخوان خدای جفتشون آدم حساب آره ها. البته دیگه... یه مدت میگفتن که چیز قرار ران کنه برای پرزیدنسی خانم میشل میشل و اون میگفتن خوشحال میشم میکنم ولی حزب دموکرات اینا با هم پادکستو بزنن ان شاء الله سر بعد آره این بود اخبار ما خیلی خوب چیز دیگه نشینت بکنیم نه دیگه نه من دیگه اون بحثی دیگر. که میخواستم ادامه بدم و دیگه ادامه ندم چون دیس میشیم کدوم نه اگه حرف داری توش ادامه آره تکرار مکررات میکردیم خانومه میگفتش که دوست دارم باشه بحث شکرن همین 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 دیگه خیلی خب این بود قسمت 149 خودکست در مورد موضوع خیلی متفاوتی صحبت کردیم باید واقعا گوش بدید داریدم چی صحبت کردیم ما ولی اگه میخوای ارتباط ما توی تمام فضای مجازی اسم توی و اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری نوشتاری همه چیتون رو بفرستید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست تلگرام نه توییتر خیلی سفت سفتر یوتیوب <تصح> توییتر بیشتر فعالیت کنم توییتر بیشتر فعالیت کنم که باشون توییتر روزی واقعا رو گرفته هستش و بیشترین فکر کنم بیشترین رشد خودگست رو توی توییتر داشتیم جای دیگه این موضوع نبوده خیلی خب ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جای دیگه برمیگردیم فلان خدافظ 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 شما خدافظ آخری شما خدا آقا میخوام یک کاری بکنی رول